و بدین سان تولد دیگری صورت میگیرد. چقدر زیباست که از اتحاد و همبستگی صحبت کرد، چقدر زیباست که در زیر یک سقف از عشق و محبت سخن گفت، چقدر زیباست که امروز دست های یک دیگر رو میفشاریم و با هر نوع اختلاف عقیدتی و هرچی که هست به ایران فکر میکنیم. ما امروز به ایران فکر میکنیم و شاید 40 سال تجربه برای یک ملتی کافی باشه که بخواد به اهدافش، به خواستهاش دست پیدا کنه. از این پس خانم ها و آقایان، هر هفته در چنین ساعتی گفتگوی داریم با یکی از دستندرکاران و صاحبان و مؤسسین رسانه های گروهی تا باشد تولدی دیگر، تا باشد اتحادی دوباره، تا باشد سلامی به عشق. بله، در برنامه این هفته ما سلامی است به کانال یک، به یک شبکه جهانی که سالها در خدمت جامعه ایرانی است، با اطلاعاتی در زمینه مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و مردمی. آنچه که هست عمری است که می‌گذرد و آنچه که هست تجاربی است که ما می‌آموزیم، اما این عمر ما هست که می‌گذرد و این شما هستید، چون نور شمعی که برای شما افروزه می‌شود. در برنامه امروز خانم‌ها و آقایان گفتگویی دارم با شهرام همایون، مدیر و مؤسس کانال یک. آقای همایون درود بر شما. درود بر شما دوست قدیمی و عزیز نادر رفیعی، نادر جان عزیز. خیلی خوش آمدید. اولا افتخاریست برای من که من اولین باری که رفتم جلوی دوربین به عنوان ایرانی، البته تلویزیون های ایرانی فکر میکنم آره دیگه اولین باره. خب این یک پوهن بسیار بالایی برای من خواهد بود در کارنامه کاری من که امروز خب باشه. خب جنابالی آخری جنبه های مختلفی داره دیگه، هم فامیلی، هم رفیقی، هم همکاری، نمیشه نگفت. برای درود بر شما. ممنونم. چه زیبا گفتید، برای اولین بار هست که شهرام همایون در مقابل دوربین، در مقابل دوربین دیگری، بله دوربین دیگری، برای پرسش حضور پیدا می‌کنه. در خدمتتون. خواهش می‌کنم. شهرام همایون در کجا به دنیا اومد؟ من متولد بخش 6 تهران، میدان ژاله، کوچه شمس تبریزی، پلاک 26، در بیمارستان بانک ملی. البته خب ارادتی که بنده به پدر شما داشتم و پدر شما هم از دوستان بچگی پدر من بوده و یک رابطه بسیار نزدیک خانوادگی، تمام اینها رو من میدونم، ولی برای مردم بسیار زیباتر خواهد بود که از زبان خود شهرام همایون شنید. شهرام همایون در یک خانواده به دنیا میاد که پدرش یک مرد بسیار تحصیل کرده و معلومات و بسیار محبوبی در جامعه بوده. از اونجا چه اتفاقی رخ داد؟ پدر من یک آدم بسیار شریفی بود و ایشون رئیس انبار کل بانک ملی ایران بود و من هم در همون محله میدان ژاله اول میرفتم به دبستان روزبه و بعد دبستان آیل دانش که مال عمم بود. پدر من مصدقی بود، اول یادم خیلی متدین مذهبی بود، یعنی نه مذهبی که الان رواج است و اینها، یک مذهبی آزاده‌ای بود و ما در اون محیط رشد میکردیم. من در 13-14 سالگی، علی رغم اینکه پدرم مصدقی شدید بود،
رفتم به حزب ایران نوین، سازمان جوانان حزب ایران نوین، همین آقای تقی‌زاده که الان در رسانه‌های مختلف حضور دارن ایشون اونجا بودن. بعد در اونجا من شروع کردم، این عکسیست که مربوط به سالهای بعد. البته یکی از کارهایی که من میکردم تو بچگی تو اون کوچه شمس تبریزی، حالا اگر کسی از اهالی اون کوچه بدونن، روزای سوم شهریور که روز به اصطلاح آغاز سلطنت محمد رضا شاه بود، بچه قلدری هم بودم، گردن کلوف بودم، بچه های محلم ازم حساب میبردن، اینا رو وادار میکردم و از خونه های که یه تومن جمع میکردم و میرفتم پرچم شیر خورشید تو چاپخونه چاپ میکردیم، میآوردیم اینجا رو با سیریش بود، اون موقع چسب و اینا رواج نداشت. بعد این دوره تینیجری ماست که تولد 17 سالگیمه در باشگاه بانک ملی و باشگاه حزب ایران نوین. اونم عممه، اونم شوهر عممه، اونم دختر خواهرمه. بله، جشن تولد گرفته بودم برای من که خواننده ها خانم گیتا بودن اون موقع، یادتون باشه آقای سولی بود تو همین برنامه، آقای سولی بود. بله، در اینجا من در اردو میرفتم، به اردوی تابستانی که میرفتیم به رامسر، یادتونه شما که اردوگاه من خودم دوبار چون در عکاسی اول شدم اونجا دعوت شدم، منو اول تابستون میبردن اونجا تا آخر تابستون من اونجا بودم. و در یه میدونی که دو قسمت بود اردوگاه رامسر، یه قسمت دخترها بود، یه قسمت پسر بود، یه اتاق بود، یه همه چادر داشتن، دلبری من چیز موزیک بود، رهبر موزیک، دلبری بچه ها شب تو آمفی‌تئاتر اونجا این شعار رو میدادن. من تو اون قسمت دخترها یه ساختمون در نزدیک همین استودیو اونجا بولتن منتشر میکردم با کمک همون بچه های اونجا، هر شب یه روزنامه درست میکردیم به صورت بولتن، کاغذ استنسیل بود و اینا رو استنسیل چاپ میکردیم و صبح توی چادرها توضیح میکردن. آموزش پرورش من هر سال اول تابستون میبرد اونجا تا آخر تابستون من اونجا بودم. و این پنجشنبه یه سری اتوبوس میامد، مسافر جدید میآورد، یه هفته بعد بچه ها اونجا بودن و 600 تا دختر اون ور بودن، 600 تا پسر این ور بودن و شبام همه نه کسی میرفت تو چادر هم دیگه. و البته میگفتن که اونجا شایع بود که میگفتن تو غذاها کافور میریزن تو غذا که اینا تو نون، آره نه تو غذا، تو خورشت و کافور میریزن و ما اونجا بودیم. بله، به این ترتیب جوانی ما گذشت. من در سازمان جوانان حزب ایران نوین رسیدم به عنوان معاون سازمان جوانان نه حزب ایران نوین، که همین آقای دکتر رهنوردی اونجا بودن. یعنی از اون زمان فعالیت من سیاسی، من 13 سالگی دیگه، از 13 سالگی. خب این فعالیت سیاسی در چه راستایی بود؟ در راستای موافقت با رژیم؟ من تو حزب ایران نوین بودم، نه حزب ایران نوین معلومه تکلیفش روشنه دیگه. میگم 4 آبان من کوچه رو آذین بندی می‌کردم با این پرچم شیر خورشید و بسیار من از همون موقع علاقه‌مند به محمد رضا شاه بودم و در حزب ایران نوین بودم دیگه. حزب ایران نوین ما 12 نفر بودیم که از اون 12 نفر چند نفر مردن، 2 تاشون اینجا هستن، آقای افتخاری و آقای فیاض، توی یه شهری نزدیک لس آنجلس زندگی میکنن. ما 12 تا جوان بودیم به نام 12 مرد خبیث که وقتی که انتخابات میشد حزب ما رو میفرستاد برای تبلیغات هر جای انتخابات بود. ما میرفتیم اونجا و خلاصه شلوغکاری میکردیم و سخنرانی میکردیم و خیلی مفصل. تا اینی که حزب ایران نوین، یه خاطره برای شما بگم خیلی جالبه، من در حزب ایران نوین معاون شده بودم دیگه، تقریبا 17 سالم بود در سن 17 سالگی معاون سازمان جوانان بودم. بله، و آقای دکتر مصطفی رضایی رئیسش بود. بعد یک روزی ارامنه اونجا میخواستن برنامه بذارن، یه سالون بزرگی داشت، ارامنه میخواستن برنامه بذارن، شبش تلفن کردن تهدید کردن که ما اونجا رو بمب‌گذاری میکنیم. دکتر رضایی هم در سفر بود، همین مسئولیت با من بود، چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن که
از کارمنده پرسیدم معمولا دکتر چیکار میکردی همچون مواقع؟ گفتم به ساواک اطلاع میدن. ساواک شرق تهران یا آقای جان سهنگ بود، ایشون هم الان هم خودش هم پسرش توی لس آنجلسه. من تلفن زدم به ایشون که آقا یه همچین تهدیدی شده، فردا اینجا مراسم. گفت خیلی خب ما خودمون میایم. فردا صبح ساعت 9 ما اونجا بودیم و یونیفرم هم داشتیم هممون، کتای کرم، شلوار قهوه‌ای، پیرهن کرم، کراوات قهوه‌ای، این فاشیستای آلمان. بعد من وایساده بودم تو حیات محوطه سازمان جوانان، یه ماشین شبلت ایران اومد و دیدیم یه آقای پاشم ناراحت بود، جناب سرهنگ زلتاش الان تو لس آنجلس، از ماشین پیاده شد و اومد جلو منو گفت آقای همایون. من با آقای همایون کار دارم. گفتم همایون خودم هم. گفت نه آقای همایونی که معاون سازمان جوانانه. حالا فکر کنید بچه‌ای بودم. گفتم من خودم هم معاون سازمان. گفت ای خلاصه آمدیم و برنامه انجام شد و کارا شد و رفتن. و دو سه روز بعد مصطفی رضایی که اومد، دکتر رضایی رئیس سازمان که آمد، ما رو صدا کرد و گفت بیا نامه ساواک رو ببین. گفتم چیه؟ گفتش که گفتن آقا شما یه بچه رو گذاشتیم اونجا معاون سازمان جوانان، مسئولیت هم دادین اینجا، هر روز اونجا ده ها دختر و پسر از مدارس اطراف می اومدن اونجا و این درست نیست، این باید یه تکلیف روشن کنه. به دکتر زهیر گفتیم که خب چیکار باید کرد؟ گفت نمیدونم. اینا گفتن که پسر. گفتم من یه راه حل دارم. آن دکتر زهیر گفت من یه راه حل دارم. گفتم چیه؟ گفت زن بگیر. ما میرسیم آقا متأهله. حالا من هم 17 سال کلاس 11 هم. گفتم باشه میرم زن میگیرم. از اتاق دکتر زهیر اومدم بیرون، رفتم یه بوفه دم حمال سازمان جوانان، میدونن الان اونه که سر شیر خورد سر جاله. رفتم اونجا دیدم یه سور دختر خانم نشستن سر میزا، یکی رو انتخاب کردم. اونا همین رو میشناختن، من کس بودم. رفتم گفتم خانم سلام علیکم. گفت بفرمایید. اون اولین بار دوربین دارم میگم. گفتم شما ازدواج میکنین؟ گفتش که بله. گفتم که خب آدرستون و تلفنتون رو بدید. دارم دوربینی حرفا میزنم. آدرس و شماره تلفن رو داد و فردا صبح ما اومدیم رفتیم یک دونه ساعت 10 صبح یه دونه سبدر دستگل خریدیم و رفتیم به این آدرس. زنگ زدیم که خانم من جارو هم دستش حالا داره خونه رو تمیز میکنه. گفتم خانم من اومدم خواستگاری. گفت خواستگاری کی؟ گفتم خواستگاری دخترتون. گفت کدومشون؟ اسمشون نمیدونستم. گفت من 6 تا دختر دارم. گفتم همون نشونی دادم خلاص. خلاص ازدواج کردم. خب همین موضوع باعث ازدواج کردم. حالا ازدواج کرد اومدیم تاریخ عروسی تعیین کردیم در همون باشگاه سازمان جوانان. برادر آقای جمال وفایی قرار بود به خونه نمیدونم فلان، 400 نفرم دعوت کردیم. تو باشگاه خودمون بود دیگه. یه ما مونده به عروسی، شاه اعلام کرد حزب ایران نوی منحل، حزب رستاخیز درست میشه. صبح ما رفتیم در باشگاه سازمان جوانان، دیدیم قفل و زنجیر کردن. ای آقا ما عروسی داریم اینجا فلان. گفتن نه آقا اینو فعلا تکلیفش معلوم نیست. بعد دیگه داستان داره دیگه. خلاصه اینجوری ما زندگیمون شروع شد. خب فعالیت سیاسی شما پس ریشه داره از زمانی که از 14 سالگی به 17 سال رسیدی. خب بعد چی شد؟ بعد از این که تحصیلات شما اونجا من هم درس میخوندم، خب هم کار میکردم دیگه و ازدواجم کرده بودم در 17 سالگی. من ازدواج کردم، خدا رحمت کنه. یه معمم بود آقای نوبختی، ایشون معمم بود، مدیر مدرسه ما بود، مدیر دوره دبستان و دو سه سال از دبیرستان ما بود. مدرسه نوبختی تو همون خیابون جاله معروفه. من وقتی مخواستم عقد کنم ایشون رو صدا کردم. این وقتی اومد سر عقد کنون خیلی هم اذیتش کرده بودم قبل از این، خیلی بچه شری بودم. بعد آمد عقد کنه، دید داماد 18 سالش تموم نشده، حالا مراسم هم چیدن و جمعیت هم اومده و اینا، اومد من کشید کنم تو چی میخوای از جون من؟ تو آخه 18 سالت هم تموم نشده، تو چجوری میخوای عقد کنی دیگه؟ بالاخره تاریخاری بالا با پایین کردن تو سند ازدواج رو عقد کردم. عرضم به حضورت که دیگه حزب رستاخیز درست شده بود. من همزمان هم مدرسه میرفتم، هم سازمان جوانان بودم، هم خدا رحمت کنه آقای هوشنگ پورشریعتی رو، ایشون یه روز اومد توی سازمان جوانان سخنرانی کنه، سردبیر جوانان بود، نشریه جوانان بود. آمد سخنرانی کنه، من دو سوال کردم ازش.
جلسه که تموم شد گفت این آقایی که دو سوال کرده رو بگیم بیام. ما اومد می گفت میخوای کار کنی تو روزنامه؟ گفتم بله. حالا من 15 سالم شد، 15 سالم 16 سالم شد. یه آدرسی به ما داد گفت فردا بیا اونجا. ما رفتیم اونجا و از اونجا هم فعالیت سیاسی میکردیم، هم فعالیت مطبوعاتی میکردیم، هم مدرسه میرفتیم. حزب ایران رو میبینم که به هم خورد، ما رو فرستادن تو روزنامه رستاخیز، که روزنامه رستاخیز درست شده بود دیگه. یعنی شما در حزب رستاخیز هم فعالیت داشتید؟ بله، در حزب رستاخیز که دیگه اوج کار من بود. وقتی حزب رستاخیز درست شد، خدا رحمت کنه دکتر مهدی سمسار سردبیر روزنامه بود، آقای حسین سرفراز که هر جایی هست شاعر با تو بودن هم عذابی بود، بی تو بودن هم عذابی بود، الان در واشنگتنه، ایشون دبیر اجتماعی ما بود. حالا اگه من جزئیات رو بخوام بگم خیلی طولانی میشه. بله. خب میاد تا انقلاب میشه. ما در رستاخیز که بودیم، من شدم معاون حزب رستاخیز در استان تهران در سن 21 سالگی. معاون حزب رستاخیز در تهران. استان تهران. آقای دکتر ضیا مدرس رئیسش بودند و یک مرد وطن پرستی که اعدام شد. من هم معاون ایشون بودم. شدم معاون ایشون. همزمان در وزارت بهداری که الان آقای نقابت و آقای دکتر آرام اینجا هستند، شدم سردبیر مجله همکاری. یک شرکت خصوصی هم داشتم با یک دوست روزنامه نویسم به نام شرکت ایران سیسرو و در روزنامه رستاخیزم بودم و معاون فروشگاه بزرگ ایران، معاون آقای تقی کاشانی اخوانم بودم که اگر هست خدا زنده نگه داره. فروشگاه بزرگ که در خیام پرده بود. بله بله، خیابون چهار و شاه. اولین فروشگاه بله. بزرگ بله. کم طبقه. ما مشغول کار بودیم. افغانستان که کودتا شد، اونجا من خطر رو احساس کردم و فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد. روزنامه ها که اعتصاب کردن، خب روزنامه رستاخیز هم اعتصاب کرد، ما هم اعتصاب کردیم و اعتصاب که شد مدت ها همه بیکار بودیم دیگه. اون شرکت ها و وزارت خونه و اینا همه بین رفته بود دیگه، طب خونه میشستیم، خونه بودیم، تا اینکه انقلاب شد. انقلاب شد. میخوای داستان انقلاب بگم؟ اینو میخوام بپرسم. دقیقاً سوال من همینه که به نظر شما چه انگیزه هایی به وجود اومد که انقلاب در ایران شد؟ حسادت. حسادت از سوی کی؟ مردم به هم. دو تا برادر به هم حسادت میکردن، دو تا باجناق به هم حسادت میکردن، دو تا همسایه به هم حسادت میکردن، دو تا سرهنگ به هم حسادت میکردن. چرا این پیکان داره من ندارم؟ چرا این شد سرهنگ من هنوز درجه نگرفتم؟ چرا این خونه خرید من نتونستم بخرم؟ بخشی رو میشه گفت فاصله طبقاتی. اینا زمینه های اجتماعی داخل ایرانه، بستری که ایجاد شد از نظر سیاسی، از نظر بین المللی مردم متوجه نبودن. شاه در 4 سال یعنی بعد از اوپک به یک قدرتی دست پیدا کرد و اینم باز برای اولین باره که من دارم جلوی دوربین میگم و این قدرت رو دو جا به کار میبرد. یه جا شروع کرده بود بمب اتم ساختن. من جلوی دوربین میگم محمد رضا شاه پهلوی قصد ساختن بمب اتم داشت. محمد رضا شاه آدمی نبود که بشینه اسرائیل و پاکستان بمب اتم داشته باشن ما نداشته باشیم. هضم نمی کرد، تحمل نمی کرد. منتها یه شیوه رو به کار گرفته بود. مثل این همیداری انرژی اتمی رو تأسیس کرد. بله، پتروشیمی و انرژی اتمی و اینها و آقای اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی. منتها چیکار کرد؟ این چیزایی که لازم داشت برای بمب اتمی هر تیکش رو از یه جای دنیا تهیه کرده بود. یه جای آمریکا فهمید که این خریدایی که ایران میکنه بابت ساختن بمب اتم و به این نتیجه رسید که شاه باید ساقط بشه. اگر شاه ساقط نمیشد، آقای نادر رفیعی، ایران امروز از ژاپن جلوتر بود. ایران در زمان محمد رضا شاه سالها دارای رشد اقتصادی دو رقمی بود، سالهای طولانی بالای 10.
آن چین به خاطر داشتن رشد اقتصادی 9.5 و 10 و 8.5 و 8 شهره آفاقه. ما اون موقع رشد اقتصادیمون 10.5 بود. پول ایران رفت جزو 16 پول اینو مردم متوجه نمیشن، یه اقتصاددان متوجه میشه، رفت جزو 16 پول معتبر دنیا. دو تا کشور پشتوانه پولشون ریال ایران بود. شما فکرش رو بکن، قیمت دلار 40 سال 10 شی بالا میشد 10 شی پایین میشد، تغییر نمیکرد. به این قدرت ریال رو نشون میداد دیگه. خب در ایران کارخانه اتومبیل سازی درست شد برای اولین بار در منطقه، نه پاکستان، نه عراق، نه ترکیه، نه نمیدونم افغانستان، نه عربستان، نه کویت، هیچ کدوم نداشتن. خب تلویزیون در ایران اولین کارخانه بود. حتی به شما بگم این دستمال کاغذی، این پوشک بچه، اینا رو هیچ کدوم اینا نداشتن. ایران که کلینکس و حریر آمدن به اینجا صادر میکردن. خب کفش ملی، کفش به شوروی صادر میکرد، به یوگوسلاوی صادر میکرد آقای تقی ایروانی. خب قولی شده بود و داشت تو همه این زمینه ها جلو میرفت، داشت کیش رو تبدیل به لاس وگاس میکرد که این اعراب پولدار پولشون نیارن آمریکا خرج کنن، اونجا خرج کنن، تو لاس وگاس خرج کنن، در کیش خرج کنن. خب جهان تصمیم گرفت که شاهی که میره توی سوئیس، رئیس جمهور فرانسه میره از مملکت خودش میره سوئیس برای ملاقات با شاه، 10 قرار داشتن، رئیس جمهور فرانسه 9.5 میرسه، شاه تو اتاق خوابش بوده بالا، نیم ساعت زودتر نمیاد پایین، رئیس جمهور فرانسه منتظر میمونه تا شاه بیاد پایین. خب اینجا شاه فقط یک اشتباه کرد. اگر شاه کتاب خلقیات ما ایرانی ها رو که نوشته جمالزاده از خونده بود، این اشتباه رو نمی کرد که ما مردم دروغگویی هستیم، ما مردم متملقی هستیم، ما مردم درویی هستیم، ما مردم حریصی هستیم. اینا رو 60 سال پیش جمالزاده توی کتاب خلقیات ما ایرانی ها نوشته بود. شاه باور کرده بود این جاوید شاه مردم رو و فکر میکرد ملتی که از فقر مطلق رسیدن به اینجا. شما باورت نمیشه، من عید که میشد مثلا مجموع دریافتی و حقوق و اینامو که جمع میزدم 16,000 تومان میشد. یه سفر 8 روزه به آمریکا 8,000 تومان بود، 7,000 تومان بود با بلیط هواپیما و هتل و فلان، همه حرفا. پیکان 14,000 تومان بود. خب شما فکر میکرد مردم فهمیدن، میدونن چه اتفاقی افتاده. نمیدونست ما مردم دروغی هستیم، نمیدونست اینجا میگیم جاوید شاه میریم تو خونمون فوش میدیم، اینو نمیدونست. آیا فقر آموزش سیاسی در جامعه ما بسیار، اما این باز اینجا یعنی دموکراسی، یعنی نبودن دموکراسی، یعنی نبودن آموزش سیاسی. دانش دموکراسی هم خودش برای خودش درسته، عزیزم. ولی آیا برای ملتی که آموزش سیاسی نداشته و نتونسته به بلوغ سیاسی دست پیدا بکنه و این شعور و فهم سیاسی کاملا داشته باشه و عدم آموزشش باعث چنین حادثه بزرگی در تاریخ ایران شده؟ اما جامعه‌ای که گرفتار مالاریاست، جامعه‌ای که گرفتار کچلیه، در کشوری که راه وجود نداره، بهداشت وجود نداره، هنوز قابله ها زنان رو میزانن، فقر بیداد میکنه. شما یادتون نره ما تا سال 52 کشور فقیری بودیم، چیزی نداشتیم. ما تا سال 5352 ما یک کشور نفتی نبود، چیزی از پول نفت به ما نمیرسید. 52 که اوپک تشکیل میشه ما یه پول پلی دستمون میرسه. خب شاه شروع کرد مردم رو سیر کردن. شما باورت نمیشه ما میخواستیم سفر کنیم به اروپا، تا قبل از مثلا سال 48 باید میرفتیم واکسن میزدیم، باید میرفتیم ورقه میگرفتیم که آدم سالمی هستیم.
شما یادته سالک، پدر من سالک داشت، اکثر مرده اون دوره سالک، این بیماری بود، کچلی، مالاریا، نمیدونم انواع بیماری ها. خب شما بچه به آدمی که گرسنه است، به آدمی که بچهش مالاریا داره، تو میتونه آموزش سیاسی بدی؟ تو اول شکم اینا رو سیر کنی. شما اول شکم اینا رو سیر کرد، آورد کجا؟ به مرحله فضای باز سیاسی که شاه اعلام کرد. فکر کرد مردم سیر شدن و تک حزبی و تک حزبی. خیلی ها میگن اشتباهی، من میگم اصلا اشتباه نیست، حالا ازشون میگم مردم رو سیر کرد، فکر کرد این مردم حالا سیر شدن و میفهمن، گفت حالا فضای باز سیاسی. یه مطلبی رو شهادت بدم، من انتخابات در زمان شاه در ایران قلابی بود، یعنی دربار با دولت هماهنگی میکردن، یه لیست رو در میبردن به مجلس، نمایندگان مجلس فلان، انجمنهای شهر فلان. در سال 55 شاه تصمیم گرفت انتخابات رو آزاد بکنه، هنوز به رستاخیز هم نیامده بود، ترکز بی نشد. 54 و 55 گفت در شهسوار دوتا نماینده میان دوره‌ای بود، آقای خلعتبری و آقای دارویی. آقای دارویی کاندیدای حزب مردم بود، آقای خلعتبری نماینده. چون ببین دموکراسی و آموزش قدم به قدمه، 50 سال طول کشید تا ژاپن وارد کانال دموکراسی شد، 50 سال طول کشید. آمد گفت در شهسوار انتخابات آزاد، رأی های مردم، که همین 12 نفر خبیث که گفتم از طرف حزب ایران روی ما رفتیم اونجا که برای دکتر خلعتبری، هر دو تا دکتر، یکیشون دکتر، هر دو تا دکتر داروساز بودن، گفت آقا بزنیم ببینیم مردم چی رأی میدن. این آقای تغیزاده شاهده، خودش نماینده انجمن شهر بود. آخرین انتخابات انجمن شهر که آقای فرهنگ فرعی، آقای تغیزاده، خانم پروین غفاری که نابینا هستن که الان لس آنجلسه، انتخابات آزاد بود. یعنی شاه رسیده بود به جایی که وارد آموزش سیاسی بشه. حزب رستاخیز اتفاقا برای همین حرف تو درست شد. بنده خودم مأموریت داشتم، میرفتم مثلا شهر ری، میرفتم کجا حوزه ها بود تدریس میکردم، آقای تغیزادی میرفت تدریس میکرد، خیلی های دیگه هم بودم. یعنی ما از مرحله فقر و گرسنگی و بیماری رسیده بودیم به این که بریم یاد بگیریم، که نذاشتن. انقلاب در سال 1979 در ایران صورت میگیره. چرا ملت ایران به پشوانه یک شخصیت مذهبی یا به ظاهر مذهبی در است اعتماد میکنن و از چارچوب آن چیزی که باید زندگی کرده بودن سالها و پدران زندگی کرده بودن خارج میشه؟ ببین علم به یقین، اولا شاه هم مذهبی بود، خود محمد رضا شاه هم یک آدم مذهبی بود و در همه دوران حکومتش مسجد ریشه کرده بود در محله ها. شما یادت آخون محترم بود برای ما، طرف عرق خور، من 6 تا دایی داشتم همه عرق خور بودن، معارمزون همه میذاشتن کنار در دوره محمد رضا شاه فاسد. اینا عرق خور بودن همشون. خود بنده بعضی موقع تکبیر گفتم. آره جامعه مذهبی بود. دقیقا. اروپا و در رأسش انگلستان آمد روی این فرمول نقشه کشید، دستشو درست جای درست گذاشت جای حساس. وگرنه آقا محمد رضا شاه در سال 1341 انقلاب سپید که اعلام کرد، آمد گفت آقا خانوما میتونن رأی بدن، گفت کارگران در سود کارخانجات شریک، رعیا و رعیت ها صاحب ملکشون بشن، الغای رژیم ارباب رعیتی. همون موقع آقای خمینی اعلامیه داد مخالفت کرد با اینا، گفت تو نباید زمین و مجانی بدی به رعیت، گفت حق نداری به زن حق رعی بدی، تو حق نداری کارگر در سود کارخانجات. همین زنی که شاه بهش حق رأی داده بود و خمینی بهش اعتراض کرده بود رفت پشت سر آقای خمینی وایساد، همون کشاورزی که شاه بهش زمین مجانی داده بود، تراکتور مجانی داده بود،
خمینی مخالفت کرد، گفته بود این خلاف شرعه که تو زمین رو از مالک میگیری میدی به رعیت، همین رعیت رو پشت سر شاه وایساد. این همون تدریس، عدم تدریس سیاسی است که به ملتی داده نشده که آشنایی به رساله آقای خمینی پیدا بکنه، به مرام آقای خمینی و خمینی است. و این اصولا یکی از بزرگترین مشکلات این بود که در زمان محمد رضا شاه یه دین جدید در ایران حاکم شد، یه دین خوشگل، یه دین دوست داشتنی، یه دین محترم. زمان رضا شاه اینجوری نبود. آبرو آخوندها رو بود، اونا همه کلاشن، بی سوادن، پدر سوختن، باید برن هر کی میخواد بره امتحان شریعت بده، جواز بگیره، بیاد کار بره تو مسجد حرف بزنه. رضا شاه اینجوری عمل کرد. محمد رضا شاه اون کارو ادامه نداد، آمد یه دین خوشگل درست کرد. من یه دختر عمو دارم کمونیسته از قدیم، ایشون سر از اون که میرسید خودشون میرسوند خونه که این ربنا رو از رادیو بشنوه. عاشق این ربنا بود. روزه حرمت داشت. آدمی که تو فامیل نماز میخوند محترم بود. حاج آقای محل آدم محترمی بود. شما مسجد که میرفتی پیش نماز لبخند میزد، دست میکرد جیبش یا آب نبات قیچی از تای جیبش در میآورد به تو میداد. یه دین ایرانی درست کرده بود محمد رضا شاه و مردم عاشق این دین ایرانی بودن و خیال میکردن این واقعیت امره. واقعیت امر نبود، واقعیت امر تو حوزه ها بود. دقت میکنیم. این باعث شد که مردم به هوای اون دین خوشگل، به هوای اون دین با معرفت، به هوای اون دین درد مردم داشتن رفتن سراغ خمینی. بریم دو دقیقه خبر رو گوش کنیم و نگاه کنیم، برمیگردیم با آقای شهرام همایون خواهیم بود. گفتگوییست بسیار زیبا، بسیار زیبا و پرمعنا از زبان استیو شما قشنگ، خیلی از زبان شیرین دوست بسیار عزیز یا استاد عزیزم شهرام همایون. اختیار داره. با درودی دوباره در خدمت شما هستیم با یک بخش کوتاه خبری. مجلس تایوان روز جمعه ازدواج همجنسگرایان در این کشور را قانونی اعلام کرد. به این ترتیب تایوان اولین کشور آسیایی است که حق ازدواج را برای همجنسگرایان به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان مجلس تایوان روز جمعه در حالی به این طرح رأی مثبت دادند که هزاران تن از حامیان حقوق همجنسگرایان در خارج از ساختمان پارلمان زیر باران شدید به انتظار ایستاده بودند. ازدواج همجنسگرایان در جزیره کوچک تایوان در روز جهانی مبارزه با همجنس حراسی، دگرباشی حراسی و دو جنسگرا حراسی به تصویب رسید. دو سال پیش دادگاه عالی در تایوان حکم داده بود که ممانعت از ازدواج همجنسگرایان خلاف قانون اساسی این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی خود خواستار اعمال تغییراتی اساسی در قوانین مهاجرتی آمریکا شد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد اظهار داشت اگر این طرح تصویب شود سیستم مهاجرتی آمریکا را به سیستمی بدل خواهد کرد که مایه افتخار کشور خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که طرح پیشنهادی او باعث جذب نیروی کار تحصیل کرده و ماهر بیشتری خواهد شد. بر اساس طرح جدید رئیس جمهور آمریکا اعطای روادید به متقاضیان ورود برای کار و مهاجرت بر اساس نظام امتیازی خواهد بود و امتیازات بر مبنای سن، آشنایی به زبان انگلیسی، میزان تحصیلات و پیشنهاد کاری محاسبه خواهد شد. فاکس نیوز میگوید در حال حاضر تنها 12% از مهاجران بر اساس اشتغال و مهارت پذیرفته میشوند و 66% از طریق خانوادگی موفق به کسب گرین کارت یا مهاجرت به آمریکا میشوند. مقامات دولت ترامپ میگویند در صورت تغییر قوانین مهاجرتی میزان مهاجرت از طریق اشتغال و مهارت به 57% خواهد رسید و مهاجرت از طریق خانواده به 33% کاهش خواهد یافت.
شورای نگهبان مخالف مصوبه مجلس ایران مبنی بر محدودیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی به بیش از 3 دوره متوالی شد. به گزارش خبر آنلاین این شورا نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در برخی موارد به آن ایراد گرفته است. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اسفند ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد که از جمله یکی از بحث برانگیزترین مورد آن محدود ساختن دورهای نمایندگی مجلس به 3 دوره متوالی است. امریکا شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. شورای نگهبان اعلام کرده اما نظر منفی درباره استانی شدن انتخابات مجلس نداریم. این شورا جمع‌بندی خود در این باره را هفته آینده به مجلس ارائه خواهد کرد. تا بخش بعدی خبر بدرود. خانم ها و آقایان، در برنامه هستیم تحت عنوان تولدی دیگر، گفتگو با شهرام همایون، ژورنالیست، خبرنگار و مدیر و مؤسس شبکه جهانی تلویزیون کانال یک. برای اولین بار هست که شهرام همایون رو در یک مصاحبه میبینیم و خیلی خوشحالم که این یک پوان بزرگی شد برای کارنامه تلویزیون امید ایران. آقای همایون، با تشکر فراوان خواهش میکنم در خدمتتون. صحبتمون رو از اینجا ادامه میدیم که انقلاب میشه در ایران، چرا جمهوری اسلامی ظرف مدت کوتاهی تمامی رؤسای ارتش، شخصیت هایی که وابسته به رژیم پهلوی بودن رو بدون هیچ گونه تشکیل دادگاهی به اعدام میسپاره؟ ببین آقای خمینی وقتی آمد رفت تو بهشت زهرا یه جمله گفت، گفت ما باید تمام نشانه ها و علائم این پدر و پسر رو از بین ببریم. تکلیف رو روشن کرد. شخصیت هایی که در دوره حکومت محمد رضا شاه زندگی میکردن اکثر غریب به اتفاقشون شخصیت های شما در زمینه سینما پدر خودت رو در نظر بگیر، زندگی خودتون رو در نظر بگیر، خب یک زندگی سالم سلامت، هنرمند ما چی بود؟ فردین. هرگز حکومت از اینا ابزار نساخت، کاری که الان جمهوری اسلامی میکنه. نمونهش رو ازتون بگم که حالا با کار شما تطبیق بکنه، محمد علی فردین که الان تو جامعه کم از تختی نداره، خب به ایشون بارها میرن میگن بیا آقای بهروز افخمی دو سه بار مصاحبه کرده بیا فیلم بازی کن، میگه من بیام الان فیلم بازی کنم دیگه فردی نیستم. نمیشد، باید ایران نابود میشد. با بودن آدمهایی با اون دانش با اون تسلط و آگاهی نمیشد ایران نابود کنی، باید اینا یک قشری از بین میرفتن. امروز ایران نابود شده. شما همین سیلی که راه افتاد میدونید چرا این سیل شد؟ این سیل راه افتاد برای اینی که جمهوری اسلامی خاک ایران رو فروخته بود به کشورهای امارات. خاک این 30 سانت اولش زنده است، قدرت جذب داره، یه چیز علمی، این حرف من نیست. وقتی شما این خاکو برمی‌داری
این زیر این سی سانت این خاکه مثل اسفالت میمونه، آبو جذب نمیکنه، آبو شرکت میکنه. چریدن بز در چراگاه های ایران ممنوع بود در زمان محمد زاشا. چرا؟ چون بز وقتی علف رو میخوره از ریشه در میاره و این علف موجود جلوی حرکت سیل رو میگی، آب رو میگیره، جلوی حرکت خاکریز رو میگیره، لازمه باشه و از ریشه وقتی در میاد اونجا میشه بیابان برهوت. تا اینجا کار حساب و کتاب داشت. شما در کنکور یک دونه تقلب میتونی پیدا بکنی در زمان شاه، یه فامیلات، آشناهات، کسی بوده که بر اساس سهمیه بره. چرا ما این ما علی سخنرانی من پخش کردم تو برنامه از یه استاد دانشگاه، میگه آقا این استاد دانشگاه ما حق سواد خوندن نوشتن ندارن. دانشگاه رضا شاه ساخت دانشگاه تهران، از توش کی بیرون اومد؟ همایی، فروزانفر، باستانی پاریزی. دانشگاه درست کرده، دانشگاه آزاد، یه خونه گرفته دانشگاه آزاد درست کرده، هر کی اومده رو گذاشته اونجا بره درس بده. در زمانی که انقلاب شد شما در کجا بودید؟ این خیلی جالبه. عرضم به حضورتون که من وقتی روزنامه ها اعتصاب کردند و اینها دیگه اعتصاب مون تا انقلاب شد دیگه، من اولا اومدم اعتصاب رو شکستم، برای یک جوازی گیر آوردم مال دماوند و یه روزنامه منتشر کردم اونجا. ولی خب بعد از انقلاب قبل از انقلاب، اون روزای اعتصاب انقلاب و توی خانه بودیم تا اینی که یه گروهی پیدا شدن به نام گروه قانون اساسی، طرفداران قانون اساسی، رژه قانون اساسی. یک روز به من گفتن آقای اکبر معاونی یا رضا معاون، اینا قبل از انقلابه؟ بله، اینا هنوز انقلاب پیروز نشده، همین روزای آخره، میخواد شما رو ببینه. من با همراه یکی از دوستانم که چون الان در ایران اسمشو نمیارم رفتیم به دیدار ایشون. ایشون گفتش که ما میخوایم یک روزنامه در بیاریم به نام قانون اساسی. شاه مراکش بود، گفت میخوایم یک روزنامه در بیاریم به نام قانون اساسی، ما میخوایم طرفدار قانون اساسی بشیم و هیچ که قبول نمی کنه سردبیر این روزنامه بشه، ما میخوایم شما این سردبیر روزنامه بشی. این مقالات رو اینو هم جمع کردیم و برای شما وقت ملاقات گرفتیم یک شنبه آینده ساعت 1:30 بعد از ظهر با آقای شاپور بختیار مصاحبه کنیم. یک آقایی هم بود در دفتر آقای خمینی، با اونم وقت گرفته بودن، خمینی هم ایران بود، که با اونم مصاحبه کنی، در شماره اول این دو تا مصاحبه رو ما بذاریم. وقت مصاحبه من در روز ساعت 1:30 روز یک شنبه روزی بود که در حقیقت ارتش صبحش آمد اعلام همبستگی کرد و من تو خونه بودم، داشتم خودم آماده میکردم برم سراغ شاپور بختیار. وقتی اینجوری شد، ارتش اعلام آمادگی کرد، من به آقای میبودی زنگ زدم. ما اون موقع روابط خیلی نزدیکی با هم داشتیم. الان نداریم؟ چرا؟ الان خیلی با هم دوستیم. نه بابا، رفیقای قدیمی هستیم. گفتم که علی جان یه همچین اتفاقی افتاده و چیکار کنیم؟ ایشون گفتش که بهتره که از تهران بریم بیرون. برای اینکه خب من که شهرام همایون بودم، پسرعموی داروش همایون بودم، معاون حزب رستاخیز بودم، نویسنده رستاخیز بودم، آقای میبودی هم سردبیر مجله بنیاد مال بالاحضرت اشرف بود. من و آقای میبودی و یه دوست دیگری داشتیم که اونم شما میشناختی، آقای رنجبی که فوت کرد، رفت ایران و مرد. من سوار ماشین شدم با خانم و بچه، یه بچه داشتم اون موقع، رفتم در خونه آقای میبودی. آقای میبودی و خانومش و بچهش سوار کردیم و رفتیم به شهریار کرج در منزل یک روحانی. ما رفتیم اونجا، در حقیقت پنهان شدیم. یک آخوندی بود در اونجا که اونم بعدا تو تصادف فوت کرد. اینا رو هرگز من نگفتم، اولین بار دارم.
رفتیم اونجا و در حقیقت 21 که پادگان ها تسلیم شدن ما اونجا بودیم، تو مخونه بودیم. خب با ترس و صبح بلند شدیم، چهار نفر اعدام کردن، شش نفر اعدام کردن. حالا همینه که اعدام میکنن همه آدم هایی که ما میشناسیم، باشون رفت آمد داشتیم، رابطه داشتیم، مثلا دکتر شیخ الاسلام زاده، دکتر آرام، دکتر نقابت، مجلس نقابت، اینا خب اینا رو گرفتن، حالا شیخ رو گرفتن، ما چی میشه تکلیفمون؟ یه هفت شبی اونجا بودیم، اونجا بودیم. من یه روز به آقای میبودی گفتم که آجان من دیگه طاقت نمیارم، من میخوام برم تهران و این اوضاع من نمیتونم تحمل کنم. آقای میبودی هی نصیحت کرد که نرو، میگیرن، میکشنت، فلان میشه. من بالاش آمدم تهران، آمدم تهران و باورت نمیشه، حالا خانم بچه هم اونجا شهریار، مستقیم رفتم مدرسه علوی، همونجا که تیبارو میکردم. عجب. رفتم اونجا و جمعیت اونجوری دو پشته وایساده بودن و ما هم همینجور رفتیم تو جمعیت. یعنی با خودم تصمیم گرفتم برم بگم آقا من کی هستم، کشتنی هستیم بکشین، گرفتنی هستیم بگیرین، هر کاری میخوام با بکنیم بکنیم. همینجا قاضی جمعیت وایساده بودم، اینها یک رفیقی داشتن در اورژانس تهران به نام آقای منصور نظامیان، الان در ایران فوت کرده فکر میکنم، آقای تقی‌زاده میشناستش. این بالای در مدرسه رفاه یه اتاقی که درست کرده بودن اینا، این اونجا بود. از اونجا خود منم باعث استخدام شدم، چون اورژانس هم مال بزه بهتری بود دیگه. فوری تا منو دید وحشت زده آمد پایین و در باز کرد و منو صدا کرد و گفت بیا تو، من برو تو مدرسه. گفت اینجا اومدی چیکار؟ خودم اومدم تکلیفم روشن بشه. آقا یعنی چی آقا اینجا؟ حالا این همون حیاتیه که اونجا تو اون راهروه تو زیرزمینش تمام هویدا و اینا رو آوردن اونجا ندارن. حالا هاشم بالا داره اعدام میشه. در همین بین گفتگو بودیم، دکتر مفتح که اول انقلاب جزء شورای انقلاب بود از ساختمون آمد بیرون. من تو مفتح رو دیدم خب میشناختم، رفتم جلو گفتم سلام علیکم، گفتم آقا من اسمم فلانه، فامیلم فلانه، شغلم این بوده و ما در عمدتاین کار من روزنامه رستاخیز بود دیگه، ما تو روزنامه رستاخیز بودیم، اعتصابم کردیم، الان ما چیکار باید بکنیم؟ خب بگیریم ما رو بگیریم. اینا در زمان رژیم شاه چیکاره بودن؟ دکتر مفتح پیش نماز مسجد قبا بود، هیچ کاری نداره. مدرسه دانشکده الهیات هم درس میداد. اون یکی آقا مسئول نظامیه تو اورژانس بود، مامور اورژانس بود، از اینا که میان سوار آمبولانس میشن. اینا اورژانس درست کردن اونجا که اتفاق افتاد، اینا هم اونجا بودن. آقای دکتر مفتح این اینجا که میبینید این توی چیزه، توی کرمانشاهه. این اون نفر اولی که نفر اول منم، نفر بعدی برادرزاده آقای دکتر رهنوردیه، این نفر آخر آقای قرقوزلوه. حالا چشم دور اون پشت سر شهردار بیجار آقای هادی بیگلری الان تو ایرانه. این همون لباسایی که بهت گفتم، قهوه‌ای، شلوار کرم، کت قهوه‌ای، کراوات فلان، اون لباس یونیفرمای ما بود. بله می‌فهمی. خلاصه ایشون گفت برو همینا رو بنویس بیار. ما اومدیم شب خونه و عرضم به حضورت که اومدم برم خونه پدرم، به پدرم تلفن کردم که من اومدم تهران. پدرم خیلی مضطرب شد بیچاره، خیلی نگران شد اینا و گفت برای چی اومدی؟ گفتم من اومدم. گفت حالا پس اینجا نیا. ما خیلی ترسیدیم بابامون به ما بگه اینجا نیا، بابا رفتن در خونه ما. گفتم مگه اتفاقی افتاده؟ گفت نه اتفاقی نیفتاده، ولی اینجا نیا. این خیلی خوبه ملت ایران این بخش رو بشنون. گفتم نه من میام. گفت پس اگه میای با ماشین خودت نیام. من یه ماشین فورد تانوس موقع اونجا یاد باشه شیکم بود، آره شیکم بود و اینا، خریده بودم و سفید. گفتش با ماشین خودت نیام. گفتم که نه من میام با ماشین خودم هم میام. رفتم بالاشم، رفتم اونجا تو همین کوچه شمس تبریزی ماشین رو پارک کردم، رفتم تو خونه و دیدم بابام خیلی مضطرب و مادرم
چشماش پف کرده از گریه، خواهرم کوچیکم هم نشسته بچهش رو پاشو داره تکون میده. گفتم چی شده؟ هی ممن کردم این دست اون دست کردم، آخر بابای ما گفتش که داماد ما، یعنی شوهر همین خواهرم، که پسر عموش در زندان ساواک بوده و حالا آزاد شده. گفت این گفته ما در ساواک دو تا شکنجه‌گر داشتیم، یکی شهرام همایون بوده. علما داماد ما این حرف داره میزنه. حالا این که میگم حسادت، گفتم چی؟ گفت بله، نشونیش هم اینه که اگه یاد باشه اینو میگفتن، ماشینش سفیده و جمع نمرش هم میشه 21. یادتون اوله، حالا نمیدونم تو یادت باشه این چیزا رواج داده، میگفتن ماشین های سفیدی که جمع نمرش میشه 21 مال ساواکه. اینقدر اینو جدی گفتن، من یه آن هم به مشتبه شد، بودن شدن آدم در خونه رو باکردم شماره ماشین خودم رو کنترل بکنن. شماره ماشین من بود 44777، جمعش نمیشه 21، میشه 28. اینو که دیدم تازه تمرکز پیدا کردم، اومدم به بابام گفتم بابا جون. گفت بله. گفتم مگه برای این ماشین من از بانک پارس وام نگرفتم و شما مگه ضامن من نشدی ماهی 2500 تومان؟ بابای بنده خدای ما یک دفعه مثل که جانی گرفته باشه. گفت راست میگه، من اصلا حواسم نبود، یادم نبود، چون مزخرف گفته. حالا داماد من فوت کرده بنده خدا، ولی میخوام بگم چرا، چون مثلا من جوون بودم، اونا هم همسن سال من بودن، من ماشین داشتم، تو تلویزیون نشونم میدادن، نمیدونم یه موقعیتی داشتم، اینو نداشتم بندگان خدا. رفیق گفت آقای بعد از زن ما ساواکی. خلاصه ما آمدیم و فردا صبح یه متن نوشتم و بلند شدم رفتم مدرسه رفاه. این رفیق ما آمد در باز کرد، رفتیم تو، آقای چیز اومد مفتح، نوشتم ما روزنامه رستاخیز بودیم اینجور اینجور، تکلیف ما چیه، چیکار باید بکنم. مفتح نامه رو گرفت برد توی ساختمون، نیم ساعت بعد اومد خمینی زیرش دستور داده بود، بسم الله تعالی از زحمات آقایان تشکر میکنم، نسبت به بازخرید آقایان اقدام شود. یعنی بازنشسته بشن، بازخرید کنن، یعنی هر مقدار کار کردن بازخرید بشن. آقای مفتح گفت شما به نمایندگی کارکنان برید پیش آقای بازرگان، یا نماینده هم ایشون معرفی بکنه، همین آقای ابوالفضل بازرگان که نمیدونم اینجا هست الان. آقای ابوالفضل بازرگان شد نماینده دولت، من شدم نماینده کارمندا. پسر آقای بازرگان نمیدونم، بله، که همینجا هست الان، مثل لس‌آنجلس اینجا هست. من شدم نماینده کارمندا، حالا 22 سالم هم هست، فکر کنید بچه 22 ساله. آقا یه آخوندی هم پیش نماز یه مسجدی بود توی جنوب شهر، این هم نمایندی روحانی هست. ما 3 نفر آمدیم رفتیم تو ساختمون حزب رستاخیز، روزنامه رستاخیز، حالا خالی فقط سریدار هست. رفتم اونجا نشستم و تک تک تلفن کردیم به کارمندا که بیاین، حسابدار رو صدا کردیم آمد و حساب و کتاب، پول داشتیم خودمون تو حساب، از پول روزنامه همه بازخرید شدم، من 90,000 تومن به من رسید. 90,000 تومن سال 79، بله، دلار 10 تومن، 10 تومن 5 زار، به یکی 30,000 تومن. خب من سابقه حزب ایران نوین هم اومده بود، این سابقه جمع شد، مال من رقم بزرگ بود، داشتیم بالاترم 50, 40, 30 فلان همه دار گرفتن و رفتن. وقتی رفتن ما یک دوستی داشتیم در روزنامه رستاخیز که الان در ایرانه، که مرد بسیار شریف و نازنین، آقای روحانی. ایشون گفت ما میخوای چیکار کنیم؟ گفتم چیکار بکنیم؟ گفت بیا روزنامه درست کنیم. گفتم چجوری؟ رفتیم تو منزل من نشستیم، تک تک تمام این آدم ها رو صدا کردیم، از جمله همین آقای جمشید چالنگی که الان تو تلویزیون ایران فرق است، صدا کردیم، یه مهمانی دادیم تو خونه ما و همه جمع شدن. گفتیم آقا شما الان هر کدومتون یه پولی گرفتیم، این پولا رو الان میخوریم تموم میشه، بعدم بیکار و یه چیز میمونیم، بیای ما یه سالن میگیریم، ساختمون میگیریم، یه روزنامه درست میکنیم. روزنامه که درست کردیم فقط شما 3 ماه حقوق نخوان، از این پولی که گرفتین 3 ماه زندگیتون رو بگذرونی، 3 ماه حقوق نخوان که روزنامه جون بگیره. همه گفتن قبوله. آمدیم یه روزنامه درست کردیم به نام روزنامه بامداد. در این روزنامه کار زیادی من کردم، از جمله مصاحبه با
آیت الله شریعت مداری، از جمله مصاحبه با قطبزاده، از جمله مصاحبه با صادق خلخالی که خیلی این داستانی که پخش شد همه جا که خلخالی تو تیمارستان بود، اینو من نوشتم. اینی که پخش شد که خلخالی توی خلخال گربه اعدام کرده، این رو من نوشتم. واقعا همین چی؟ از زبان خودش. یعنی ایشون در بچگی گربه اعدام. بله بله، بهش گفتم آقا این داستان چاپ شد، این تو روزنامه بامداد هست، برید ببینید. گفتم آقا این داستان، من رفتم تحقیق کردم اول روش به زندگی از آقای جواد کرمانی، خونه اون بودیم. اول از اون سوال رو جواب کردم، تحقیق کردم روش به خلخالی، بعد رفتم باش مصاحبه کردم. همه به خلخالی میگفتن حجت الاسلام. من رفتم گفتم آیت الله. نه که من تو خونه مذهبی بزرگ شده بودم، میدونستم اینا چقدر جاه طلبن و از این طریق اعتماد خلخالی رو جلب کردم. بعد شروع کردم که این داستان بستری شدن توی بیمارستان روانی شما چیه؟ تعریف کرد. آقا این گربه اعدام کردن چی بوده؟ تعریف کرد. چی بوده شهریان؟ ما با بچه‌ها بازی می‌کردیم، یه گربه میآمد وسط پای ماهی میدوید و اینا، و نمی‌ذاش ما توپی داشتیم، توپی با چیز درست کرده بودیم. منم گربه رو گرفتم، یه تناب بستم به گردنش، از درخت کشیدم بالا. به همین سادگی. حالا سه مصاحبه‌های متعددی ما در عرضم به حضورتون که بامداد کردیم. من اتفاقا این شخصیت‌ها خیلی جالبه. آقا اگه هر کدوم اینا رو من بخوام بگم، من باید برم. نه خواهش بکنم، ما تازه با هم رسیدیم. حالا ادامهش بذارید بعدن. خب خلخالی یه همچین شخصیت اصلا دیوانه بود. یه روز ساعت 3 رژیمی میاد اینو اصلا یه روز ساعت 3 بعد از ظهر من اومدم روزنامه. همین آقا چالنگی بود، مرحوم ملک محمدی بود، دیگران بودن. ساعت 3 اومدم روزنامه، دیدم همه یه جوری به ما نگاه میکنن. آقای روحانی من صدا کرد، گفت همایون یه چند روزی برو پنهان شو. زمانی بود که کردستان شروع شده بود، آقای خمینی آقای خلخالی رو مأمور کرده بود فرز کردستان اعدام بکنه. خلخالی هم میدونی وارد پادگان که میشه، میبینی یه عده آدم اینجا دم در نشستن، میگه همه اعدام. فرمانده پادگان میاد میگه آقا اینا میگه حرف نزن، گفتم اعدام، همه رو میگیرن تیر بارون میکنن. افراد بیگناه؟ نه، اصلا اینا جزء شاهدا بودن، جزء عوامل خود پادگان بودن، اصلا متهم هم نبودن. خب بعد که اعدام میکنن میگن آقا اینا آخه این بودن این بودن، میگه خب رفتن تو بهشت. حالا بعد دادگاه اونجا درست میشه دیگه، خلخالی میشه رئیس دادگاه اونجا. ما ساعت 3 بعد از ظهر اومدیم روزنامه، دیدیم اینجوری نگاه میکنن به ما، گفتن آقا تو یه چند روزی برو خارج از کشور، خارج از شهر. گفتم که چی شده، چه اتفاق افتاده؟ گفتن آقای رسول قبرائی، رسول قبرائی نماینده بامداد بود توی رضاییه، رفته بود از رضاییه به کردستان برای اینکه خبرای این دادگاه رو برای ما بفرسته. رسول قبرائی زنگ میزنه میگه رفتیم تو جلسه دادگاه، وسط دادگاه خلخالی منو صدا کرد، یعنی قبرائی رو صدا کرد، گفت این تو از کجایی؟ گفتم روزنامه بامداد. گفت همونجا که همایون هست. گفت بله. گفتم برو بهش بگو تیربارونش، حکم تیربارونش تو جیب منه، پام برسه تهران تیربارون میشه. این بدبختن ترسون اومده بود، یه تلفن پیدا کرده بود و به روحانی زنگ زده بود که با همایون بگین هر جوری از دره. این روحانی به من گفت، من چون میشناختم